تغییر کرده 21 و 200 ساعتم فکر کنم 200 و 21 و 4 ساعت کجا هستین؟ تهرانم. تهرانم 800 800 تومن هم هزینه ارسال میشه. به هم میگی که سایتتون آپدیت یا نه؟ قیمتش تغییر کرده نه، فقط جعبش آسیب دیده. خود من چون از تروب چک کردم واقعیتش اونو چک جعبش یه ذره خرابه. تروب یه پلتفرم که خیلی کارهای مثبتی داره و شما میتونید که فروشنده های یک کالا رو بر اساس قیمت با هم دیگه یک جا ببینید و مقایسهشون کنید. حتی اونجا میتونید که ریتی که تروب به اونا داده رو بررسی کنید بر اساس پیگیری سفارش هایی که داشتن یا گزارش شکایت یا تخلف هایی که داشتن. اما یه دردسرایی هم داره که بعضی وقتا به خاطر یه قیمت کمتر که میبینی هم خریدت خراب میشه، هم یک کالای نامناسب به دستت ممکنه برسه. تروب چند سال قبل این فعالیت رو شروع کرد و واقعا هم کمک کرد به اینکه خریدارای اینترنتی بتونن کالاها رو با همدیگه مقایسه کنن، فروشگاه‌ها رو مقایسه کنن و بهترین قیمت و باز بهترین کیفیت رو کنار همدیگه انتخاب کنن، در نهایت از یه فروشگاه اینترنتی خریدشون رو بکنن. برای اونایی که آشنا نیستن تو این ویدیو سعی کردم هم آشناشون بکنم که مزیت‌هاشو بدونن، هم از اون دارم معایبش رو بدونن که یه موقع گولش رو نخورم. برای اینکه تعطیل قضیه رو در بیاریم حرف رو بذاریم کنار. JBL پارتی باکس 310 یک کالایی که فرضاً ما میخواییم بخریم، JBL پارتی باکس 710 هم کالای دومی که میخواییم بخریم. تو تروب سرچ میکنیم، فروشگاهی که میارن از ارزون ترین که طبیعتاً هممون دوست داریم کمتر هزینه کنیم و به فکر جیبمون باشیم، شروع میکنیم به بررسی کردن یکی یکی راجع به کالا، گارانتی، کیفیتش، جعبش، ارسالش، هزینش و همه چیزش میپرسیم. تو این مسیر کنارم باش، شروع میکنم به زنگ زدن. سلام، خوبی؟ خلوص، وقتت بخیر. آقا پارتی باکس 310 موجوده؟ 310؟ بری آزی چرا بینیش؟ من از تروب دیدم قیمتتون رو 2600 آپدیت نیست. آره. بعد 2600 با گارانتی یا بدون گارانتی؟ تست میشه. آره. نه. اوکی، و من هزینه ارسالش هم بهم میگی چقدره؟ من تهرانم. کجا هستین؟ تهرانم. تهرانم 800. 800 تومن هم هزینه ارسال میشه. باشه، ممنونم. 21800 با 800 میشه 22600. اینجا زده 2600، 2 میلیون فرقش. خدای خیلی. سلام. سلام، وقتت بخیر، خوبی؟ سلام، مخلصم. آقا 310 موجوده؟ یه دونه میخواید ازش؟ آره یه دونه. کجا تشریف داری؟ تهران. آره موجوده. به هم میگی که سایتتون آپدیت یا نه؟ قیمتش تغییر کرده نه. خب چند تا الان؟ الان هولوش 22 تومنه. هولوش یا دقیقا 22؟ اگه خواستی خب الان 22 تومنه ولی الان قیمت تغییر نداده. خب بعد چیز آخه من اصلا تو رو 2880 دیدم، تغییر که دادی. خب دارن قیمت در موجود هست. و هزینه ارسال هم پس بهم بگو، من جمع مبلغی که باید بدم و بدونم. هزینه ارسالش تا اونجا با پست تقریبا 400 قوره میشه. میشه 22 و 400 داره؟ تقریبا آره. اوکی، بدون گارانتیه درسته؟ اینا من خواستم برای ارسال کنم بازش میکنم سعی سالم 4 بارکود اورجینال تحویل شما بده. دستت درد. بذار من یه بررسی کنم پس. ممنون. مرسی، خدا حافظ. در حال حاضر مشترک مورد نظر پاسخگو نیست. الو. سلام، وقت بخیر. سلام، وقت شما بخیر. ببخشید من شماره رو از رو سایت برداشتم. بله. JBL پارتی باکس 310 موجود دارید؟ بله، موجودی اون که بودم موجودی سایت هستش. و قیمت هم مثل همونه؟ بله. 21189. بعد چقدر طول میکشه به دستم برسه؟ من تهرانم. داریم. تهران. فکر میکنم نهایتاً دو روز، چون با تیپاس ارسال میشه دو تا سه روز. هزینه‌ش هم حدوداً میدونید چقدر میشه؟ من جمعش رو بدونم. با تیپاس ارسال نمیشه، با چاپار ارسال میشه 310
همون دو سه روزه میرسه، هزینش هم 600 تومن. 600 تومن. ده بعد بدون گارانتی هم هست دیگه، یعنی گارانتی وقتی به دستتون میرسه هر روز ضمانت ارسالات و سلامت کالا داره. مرسی، ممنون. دوبارتون خدا نگهدار. آقا 310 موجوده؟ بله. و قیمت سایتتون چه صفحه آپدیته؟ آپ الان چک کردید؟ آره 20920 هستش. نه، تغییر کرده 21 و 200 الان فکر کنم 21 و 400. 21 و 400. و اینکه تهران من هستم، هزینه ارسالم میگید که من جمعشو بدونم چقدر میشه؟ هزینه احساسش با خودتونه، فردا سر رو خب نه، حدودا میدونی چقدر در میاد که من حساب کتاب کنم چقدر میشه مثلا؟ چی میکنم؟ بیشتر از 200 تومن نهانده بشه. با چی ارسال میکنید؟ تیپاکس. با تیپاکس باشه. کالا ها راستی گارانتی داره یا بدون گارانتی؟ بله، سه تا ضمانت اصلی بودن خود محصول داره. نه از این گارانتی مدت داره مثلا 18 ماه ترانیکس اینا؟ نه گارانتی نداره. آها اوکی، مرسی. خب ضمانت تحویل داره 7 روزه، مدت داره، مجبور داره، همه چی. 21 و 400 فهمیدید، حدودا هم 200 تومن گفتید که اگه با تیپاکس ارسال کنید هزینه‌ش. بله، مرسی. سلام، خوبه؟ ممنونم. ببخشید می‌خواستم ببینم پارتیپاکس 310 موجود دارید؟ بله. و قیمتتون میشه بدونم؟ الو هستید؟ بله. دارید چک میکنید؟ اوکی اوکی. 21 و 450 ممنون. و اینکه من تهرانم، چجوری برام میتونید بفرستید؟ با چی ارسال میشه؟ یا تیپاکس میشه یا چاپار. میشه هزینه اونم بگید که من حدود دارم کلن چقدر برام در میاد؟ هزینه اونم حدود 700 تا 800 تومن هزینه شده. 700 تا 800 تومن. دستتون گارانتی هم داره؟ یا گارانتی خیر. نه، گارانتی نداره. ولی مطمئن مهلت تست داره شما. آها، وقت به دستم برسه یعنی خیالم راحت. بله. باش. همینطور که دیدید دو سه تا از سایت ها اصلا کلن تغییر کرد همه شرایط، یعنی زمان ارسال تغییر کرد، هزینه ارسال تغییر کرد و در نهایت قیمت کالا چیزی که روی سایت بود گفتن آپدیت نیست. حالا نمیدونم اپراتور نمیتونن بذارن آپدیت کنن یا چی، ولی آپدیت نبود. و دو تا سایت هم که یه مقدار البته قیمتشون بالاتر بود، دیگه نفر اول تروب نبودن، مثلا نفر پنجم ششم تروب بودن، هم قیمتشون آپدیت بود، هم با همون قیمت کالا رو تحویل میدادن، هم مشکلی نداشتن، کالا موجود بود و قرار نبود که بعداً موجود بشه. پس اولین چیزی که باید حواست باشه اینه که باید تماس بگیری و مطمئن شی که قیمت و موجودی به روزه. اگرم به روز نبود راستی میتونی شکایت کنی تو تروب، اینطوری ریت اون فروشگاه میاد پایین تا بقیه فروشنده ها و بقیه خریدارا تحت تاثیر اشتباه قیمت گذاری اون فروشگاه قرار نگیرن، اینطوری ممکنه خریدت خراب شه یا متضرر بشی یا خیلی اتفاقات دیگه. ببخش من 310 رو پرسیدم، 710 هم چون موندم اونم به هم میگید قیمتشو؟ 710 الان ندارم، میدونم از هفته دیگه و قیمتاش خیلی رفته بالا. حالا نمیدونم در جریان باشی نباشی، به خاطر دقمه خورد قیمتا رفته بالا. اولوشید بخوام بهت بگم 41. من 41؟ آره. من اوکی، خیلی با سیستم ذهنی من فرق کرد. آره خب درهمش رو 14600 این رو درهم مثلا 13 خورده به تون قیمت میدادن 39 تومن، میگم 29 تومن رو سوال میکنم. یه سوال بپرسم، چرا سایت ها آپدیت نیست هیچ کدوم؟ میکنم من اشتباه به تون قیمت دادم، بلوش 31 نه 41، 31 41 نیست، من اشتباه دادم. موجود دارید؟ الان نه، باید برسم. آره. میگم چرا سایت ها آپدیت نیست هیچ کدوم؟ حالا درهم که مشخص میشه آپدیت میکنید حد درهم. خب میدونی مثلا میان قیمتشون رو مثلا جنسایی که حالا اوردیناله با درهم روزه، مثلا خریدش اینقدر اون روز درهم مثلا 13 تومن، باز یه هفته دیگه یه دو روز سه روز دیگه درهم میشه 14 تومن. خیلی هاشون این کارها رو نمی کنن دیگه، آپدیت نمی کنن. آره. سن نمیشم باز برداشت
درهمه برمیگرده به همون چیز قبلیه. اوکی. الو. سلام، وقت بخیر. آقا 710 موجوده؟ چی؟ پارتی باکس 710 موجود داری؟ بله، موجوده. قیمت سایتتون آپدیته؟ بله. 30,790,000؟ بله. اوکی. بعد اینکه با گارانتی یا بدون گارانتیه؟ بدون گارانتی محصول. خب. فقط جعبش آسیب دیده است. خودش من چرا از تروب چک کردم واقعیتش اونو چک. جعبش یه ذره خرابه. خودش سالمه؟ آره خودش سالمه، جعبه اونقدرم خراب نیست. حالا جعبه سالمش هم اگه بخوام، اما اگه حساس باشیم اون جعبه سالم سر تو باشون 48 ساعت دیگه. خب قیمتش چی؟ 33. آه دو تومن فرق. 33. آره این جعبه یه ذره خرابه، خودشیم فروش بده. خود پارتی باکس سالم سالم ها. تماس گرفته بودم با اتون بابت پارتی باکس 310 بود، میخواستم ببینم که موجود دارید، سایتتون آپدیت هست، قیمتش اوکیه؟ قیمت ها اوکیه، ولی موجود ایشالله 3-4 روزی این تحریک شده برنده استفاده بار دور رو داریم، ولی هنوز چون یه قایقا تحویل نگرفت. خب بعد من تهرانم، به من 3-4 روزه یا برای خودتون 3-4 روز دیگه میاد؟ نه ما 3-4 روز برای خود میاد، دیروز از دبی رفتم به سمت خسر، قایقا بیان، اولین قایقا بیان ما تحویل بگیریم، یه روز بعدش دیگه ما ارسال کنیم. حالا قیمتشو میشه بهم بگید که همون قیمته یا تغییر میکنه؟ احتمالا تغییر میکنه چون درهم اومده پایین، احتمالا از درش فردا ایشالله از اون افتر بشه. اوکی، رو سایتتون شما 11 اگر خرید، یعنی 11 دیگه اوکی، ما اصلی میخواستیم آپدیت کنیم، درهم داره میاد پایین دیگه آپدیت نکنیم. و هزینه ارسالش چقدره؟ 300 تا فکر کنم تقریبا 300 تا 300 تا با 20 میلیون بیمه. با 20 میلیون باش؟ آره. دست گارانتی که نداره دیگه چون جنس دو بایی گارانتی هم شده آخر سایت هم میتونه گارانتیش کنه، من دقیق نمیدونم گارانتی چقدر بچه ها حساب کردم بدن، یک سال گارانتی میکنیم خودمون با گارانتی خودمون. آها اوکی، یک سال با گارانتی خودتون. قیمتش تغییر میکنه؟ بله قیمتش تغییر میکنه، اگه قابل تعمیر باشه تعمیر میکنیم، اگر نشه تعویض براتون میکنیم، یه شرط گارانتی هم داخل سایت هست. دست درد نکنه، ممنون. موجود داریم پاسپورت تازه؟ بله موجود هستش. بعد قیمت سایت آپدیته؟ فقط کدوم شهر هستی؟ من تهران هست. آه خب تهران هم موجود داری. خب قیمت سایت آپدیته؟ تهران کتاب کنم؟ آپدیته؟ آره بله آپدیت هستش. فقط اگر از سایت میخوای خرید بزنی میتونی گزینه تحویل در تهران رو انتخاب کنی. آه این 31,300 یعنی مال تحویل در تهران نیست؟ نه یه تحویل در شیراز داره که یه قیمت داره، تحویل در تهرانش هم یه قیمت دیگه داره. ولی خب الان تهران موجود هستش. آه اوکی، من دقت یعنی الان خرید کنیم فردا صبح دستتون هستش. مرسی، من دقت نکردم، خوب شد گفتی. بعد اون هزینه تهران رو بزنم دیگه هزینه ارسال دیگه اضافه نمیشه؟ نه فکر نمی کنم، حالا شما فاکتور رو جلو ببرین. خب بعید میدونم که اینطوری باشه. باش دستتون درد نکنه. خواهش میکنم، قربانتون، خدا نگهدار. یکم که میایم پایین تر به یه جایی میرسیم که قیمت ها منطقی ترن، با خرید کالای اورجینال یه حاشیه سود حداقلی و بدون مشکل بودن کالا. تازه اینجا اسم فروشگاه ها و سایت های معتبر رو میبینیم که احتمال داره توشون چند تایی رو بشناسید و ما هر بار که تست کردیم موجودیشون آپدیته، قیمتشون بروزه و عین مشخصاتی که تو سایت نوشتن بدون هیچ تغییری کالا رو به فروش میرسونن، به خاطر اینکه قیمت گذاری منطقی انجام شده. ولی وقتی قیمت گذاری منطقی نباشه، ناچاری که تغییر داشته باشی، ناچاری که بگی چند روز دیگه میرسه، ناچاری هزینه ارسال رو خیلی اضافه تر بگی و خیلی داستانایی. تو این تماسایی که گرفتیم برای پارتی باکس 710 به یه سری موارد جدیدی برخوردیم که همشون به شرایط کالا ارسالش برمیگرده، یعنی به این چیزایی که شما باید دقت کنید و متاسفانه تو اون لیست تروب که فروشگاه‌ها و قیمتشون دارن با هم مقایسه میشن این جزئیات ذکر نشده، ولی وقتی رو سایت کلیک بکنید و توی اون سایت دقت کنید اینا مشخصه. مثلا ممکنه کالایی مثل اون کالایی که من تماس گرفتم جعبش خراب باشه و اگه جعبه سالمش رو بخواد یا موجود نباشه یا قیمتش متفاوت باشه،
یا یه کالای دیگه ای محل تحویلش با شهری که شما هستید متفاوته. مثلا یه کالایی اگر توی شیراز تحویل بشه قیمتش متفاوته، ما که تهران هستیم اگه بخوایم تحویل بگیریم قیمت تغییر میکنه و اینو توی سایت باید انتخاب بکنیم تا قیمت متفاوت بشه و ببینیم تازه چقدر برامون در میاد. پس حتما وقتی میخوای یه کالا رو بخری، برای اینکه قیمت گرونتری ندی و بهترین قیمت ممکن رو بخری، بهتره که از تروب استفاده بکنی، فروشگاه رو کنار هم دیگه ببینی، ولی به یه سری جزئیات باید دقت بکنی. اولا که حتما باید بپرسی قیمت موجودیشون بروز هست یا نه، این مهمترین چیزه. خب قیمت اون کالا اگه بروز نباشه کلا همه چی تغییر میکنه. دومین چیزی که باید بهش دقت بکنی شرایط اون کالا و محل تحویله. شرایط کالا میشه مثل چی؟ آکمن بودن کالا، جعبه سالم داشتن، گارانتی کالا، اسم گارانتیش که طبیعتا تو قیمت تأثیر گذاره، و در نهایت محل تحویل یا هزینه ارسال. خب ممکنه شما شهری که هستید هزینه ارسال براتون گرون باشه، از یه سایتی که خیلی دور از شماست خرید بکنید، شاید یه مغازه‌ای که همونجاست نزدیک خودتون ازش خرید بکنید، به خاطر اینکه هزینه ارسال رو ندارید ارزون‌تر بشه در نهایت. این چیزیه که متغیره، بستگی داره شما چه شهری هستید، اون سایت قرار از کجا کالا رو برای شما ارسال بکنه. این مواردی بود که خیلی راحت میتونی بررسی کنی و چک کنی. اما یه نکته من میخوام اضافه بکنم که خیلی راحت نیست بررسیش ولی لازمه. اینکه حالا اومد و طبق شرایطی که اونا گفتن تو هزینه رو پرداخت کردی، کالا رو ارسال شد، ولی کالا مشکل داشت یا عیب و ایرادی داشت یا اصل نبود، اینا رو چجوری میتونی حل بکنی؟ فقط با خرید از جای معتبر. حالا جای معتبر یا سایت معتبر رو چجوری پیدا بکنی؟ یه سرچ ساده راجع به اسم سایت بکن، این عمادش رو چک کن، تو اینستاگرام ببین پیج داره یا پیج نداره، کامنت ها زیر پستاش منفیه یا مثبته. میتونی که از دوستات یا از کسایی که تو اون زمینه خرید زیاد میکنن بپرسی ببینی میشناسنش یا نمیشناسنش. یه تحقیق اینطوری شاید اولش سخت بشه ولی باعث میشه خرید درست انجام بشه و تبدیل به یه خرید تلخ و تجربه بد برات نشه و هزینه که کردی، وقتی که گذاشتی، یه جوری از بین نره. هر خریدی که آدم میخواد بکنه باید به این سری نکات دقت بکنه، نکاتی که ما تو این ویدیو گفتیم برای یه خرید اینترنتی کمکت میکنه تا تجربه خوبی ازش داشته باشی. امیدوارم که هیچ موقع تو خرید اینترنتیتون به مشکل نخورید.